تو این مملکت اگه کسی آزارت داد برو پیش مسئولین، اما اگه مسئولین آزارت دادن یه راست بیا پیش نوپم. شاکی، خانم فیروزه سپاهی. سلام عرض میکنم خانم، در خدمتم. محکوم، منظورم متهم، متهم زینب یوسفی به اتهام دعوا و فحاشی در نانوایی. تاریخ دستگیری کجا رفت؟ یک ساله جناب قاضی، یک ساله که اولاد کوچیکمو ندیدم، حتی نمیذارن یه تلفن بزنم. ساکت، حوصله شنیدن درد دلتو ندارم. بگو ببینم برای چی این خانم محترم رو زدی؟ چرا فحاشی کردی؟ به خدا این خانم شروع کرد، منم از خودم دفاع کردم. به من گفت چرا انقدر نون میخری؟ منم بهش جواب دادم به تو چه؟ اینو که گفتم گفت تو جوجه افغانی گوه خوردی که با من اینطوری حرف میزنی. اومد سیلی زد در گوشم و هرچی فوش نجات پرستی که بود به من گفت. من به تو فوش نجات پرستی دادم؟ چه دروغا؟ جناب قاضی دروغ میگه. به مولا علی، من حتی یه سلول نجات پرستم تو تنم وول نمیخوره. این افغانی ها همشون دروغگوان. حالا خانم سپاهی، آب دریا که به دهنی سگ نجس نمیشه. جناب قاضی، به خدا من اصلا حرفی به این ذلیل مرده نزدم. خیلی معقول و متین تو صف نون ایستاده بودم که یهو بی خود و بی جهت مثل گرگ بیابون پرید رو سرم. بمیرم الهی. مثلا خوشکم زد. اینقدر بد و بیرا گفت که فکرشو میکنم تنم میلرزه. تنه باعثش بلرزه. جناب قاضی. ساکت. مگه نمیبینی خانم دارن صحبت میکنن؟ پس چرا به من اجازه نمیدین که حرف بزنم؟ گفتم ساکت. معلوم میشه بعد از یک سال زندان کشیدن هنوز آدم نشدی. یه حکمی باید بهت بدم که برات درس عبرت شه. سرگرد بحرانی به اتاق عملیات. وضعیت استرادی. سرگرد بحرانی به اتاق عملیات. چه خبر؟ ساعت 12 حکم نامشروعی داره به اجرا گذاشته میشه. مشخصات محکوم و جزئیات پرونده. زینب یوسفی، سن 36، محل تولد هرات افغانستان، از کودکی به ایران مهاجرت کرده و در مشهد بزرگ شده. شوهر، 3 تا بچه، تا روز دستگیریش هم هیچ پرونده قانونی نداشته. علت دستگیری؟ دعوا با زنی تو صف نونوایی. کار به کلانتری کشیده میشه. طرف مقابل آزاد میشه، ولی برای زینب قرار بازداشت موقت صادر میشه. الان نزدیک 1 سال زندانه. برای دعوا؟ با وجودی که سابقه هم نداشته. پس این زن بیچاره 1 سال بازداشت غیرقانونی بوده. بالاخره دیروز دادگاهش برگزار شد. نتیجه؟ 91 ضربه شلاق برای مجرم. 1 سال نگهش داشتن، میخوان شلاقش هم بزنن؟ فکر میکنین احتمالش هست که چون زینب افغانیه در حقش بی‌عدالتی شده؟ منظورت نژاد پرستیه؟ تو ایران؟ میان ایرانیان؟ متمدن ترین مردم جهان که از همه برترن؟ شرمندم خانم سربرد. دارم دستت میندازم سروان، ولی نجات پرستی نمیتونه عامل اصلی این بیعدالتی باشه. من مطمئنم دلیل دیگه ای وجود داره. باید هرچه زودتر به علتش پی ببریم. متهم در چه کلانتری دستگیر شده؟ کلانتری شیرود. به فوریت وضعیت نارنجی رو به پرسنلای منطقه شیرود توجیه کن. اصلا اقدام میشه. شاهین، عادل به گوشم. تو آدرس خودم تاکسی میخوام. محفوم بود؟ محفوم شد عادل، در حال حرکت. شاهین میخوام هوای آزاد بخورم. محفوم عادل. دنبال گروهبان جلالی میگردم. خودم هم خانم سرگرد. در تاریخ 3/2 امضای تو زیر اوراق بازداشت خانم زینب یوسفی دیده میشه. بله خانم سرگرد. خیلی وقت پیش بود ولی خوب یادمه. برای دعوای ساده قرار بازداشت موقت صادر شده. حالا چی بگیم خانم سرگرد؟ ما خودمون هم تعجب کردیم، ولی خب از دفتر دادستانی تعیین تکلیف کرده بودن. ببینم در مدتی که متهم اینجا بود چطور باهاش رفتار شد؟ بسیار خوب خانم سرگرد. میدونی که قانون حفظ حقوق شهروندی میگه در جریان دستگیری با احترام با افراد برخورد بشه؟ بله خانم سرگرد، کاملا آگاهم. فکر میکنی از 0 تا 10، 0 یعنی خیلی بد، 10 یعنی خیلی خوب، رفتار تو باهاش چند بود؟
خفه شو بشین. زبون نفهم گفتم بتمک سر جات. خفه نشی با توسری میفرستمت پایین. 10 بود خانم سرگرد. 10؟ 10 سفت و سخت. مطمئنی؟ چون دوربین هستا چک میکنم. اگه دروغ گفته باشی دو برابر مجازات میشی. گفتم 10 خانم سرگرد. منظورم 2 بود. آشغالایی مثل توان که پلیس رو بدنام کردن. این خلافکار رو دستگیرش کنید. عملیات. برای ادامه تحقیقات باید از خود زندانی پرسجو بشه. به زندان وکیل‌آباد اطلاع بده که من تو راهم. تو رو به خدا شما ببینین. به خاطر یه جنگ و دعوا چه بلایی به سرم آوردن. حالا میخوام با شلاق منو بزنن؟ خواهر ما از هیچی دریغ نداریم تا جلوی اجرای این حکم رو بگیریم. ولی هنوز نمیدونیم چرا در حق تو این بی‌عدالتی شده. آیا خودت هیچی به نظرت میرسه که بتونه این امر رو توجیه کنه؟ روزی که از کلانتری من رو بردن سوال جواب کنن، در راه یکی از مامورا به من گفت که هیچ میفهمی با کی جنگ و دعوا کردی؟ گفتم کی هستش؟ به من گفت که این خانم شوهرش سپاهیه. کم بود که سکته کنم. گفتم سپاهیه؟ خدا به من رحم کنه. گفت بله آقای سپاهی، نشنیدی؟ گفتم ها، اسمش سپاهیه. گفت آره، خیلی هم خرش میره. سپاهی؟ بله. عملیات. عادل به گوشم. نام خانوادگی شوهر شاکی سپاهی. تو آرشیوهای اطلاعاتی جستجوش کن. تو عادل پیداش کردم. سپاهی، سرهنگ سپاهی، سرهنگ سپاهه. سپاهی سرهنگ سپاهه؟ خیلی هم خرش میره. حالا داره همه چیز رو میشه. میبخشین خانم سرگرد، دستور داریم زندانی رو واسه اجرای حکم ببریم. تو رو به خدا به من کمک کنیم. من طاقت شلاق خوردن رو ندارم. به فوریت نیروهای نوپم به موقعیت 1133 اعزام شد. پلنگ 1، پلنگ 2 و مگس بیباک اقدام کنید. پلنگ 1، پلنگ 2 و مگس بیباک در راهند. شاهدها در موقعیت تعیین شده مستقر شد. عملیات. وضعیت قرمز رو به واحدهای انتظامی منطقه توجیه کن. قاضی پناهی، تو برای زینب یوسفی حکم شلاق صادر کردی که بدون قطعیت یافتن داره به اجرا گذاشته میشه. این حکم با پارتی بازی و آشنایی یه سرهنگ قدرتمند صادر شده، نه از روی عدالت. کار به جایی کشیده که یه پلیس میخواد برا من از عدالت بگه. فقط 30 ثانیه وقت داریم. تنها تویی که میتونی با یک تلفن جلوی این بی‌عدالتی رو بگیری. اگه جلوی اجرای حکم رو بگیری، احتمال داره در مجازات تخفیف داده بشه. مجازات من؟ فکر کردی تو زن میتونی بیای اینجا و به قاضی مملکت دستور بدی؟ هیچ کاری از دستت بر نمیاد. این حکم باید اجرا بشه. مذاکره بی‌فایده است. چی خانم سرگرد؟ میخوای به قاضی یه مملکت شلیک کنی؟ نه، من به تو شلیک نمی کنم. کلیه شاهدها به گوش. اگه شاهدی هست که روی شیوید باقالای عامل دید مفید داره علامت بده. شاهدهایی که دید مفید دارن توجه کنن. رأس ساعت 12 با اجرا شدن حکم زینب یوسفی، شاهدها وظیفه دارن شیوید باقالای عامل این بی‌عدالتی را از میدون حذف کنن. اه 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 نه 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 شیوید باقالا نه. آغاز شمارش مکنیس. 10 سپاهی سرهنگ این مملکته. 8 یه افغانی زبون نفهم باید حقش با یه سرهنگ این مملکت مساوی باشه. 4 عدالتیه. 3 2 خیلی خوب خیلی خوب، دست نگهدار سرگرد. از اجرای حکم زینب یوسفی خودداری کنید. از اجرای حکم خودداری کنید. عملیات. عامل بی‌عدالتی در دادگستری توسط نیروهای نوپم دستگیر شد. این شیوید باقالی ما چی شد؟ گفتتون میشه اگه شیوید باقالی من رو دست بزنی؟ Thank you.
چشم همتون به این شیبی بالی من بود میدونم.